علی حسین قاضی زاده در استودیو همراه من علی حسین بعد از دو هفته پنهانکاری و بیخبری بالاخره ساعت فکر میکنم دو صبح بامداد و دو سه صبح امروز سهشنبه بود که تلویزیون جمهوری اسلامی بالاخره تصویر قانی رو نشون داد ارزیابیت از حضور قانی در مراسم ورود جنازه نیلفروشان چیه؟ بله مجموعه تصاویری که امروز به حال مخابره شد در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی ایران فشار خیلی شهیدی و در روزهای گذشته متحمل شده از سوی افکار عمومی به نوعی باید پاسخ میداد نمیتونست پاسخ به دلایلش رو هنوز به طور کامل برای ما روشن نیست اما اون چیزی که میدونیم اینه که مجموعه اتفاقات اخباری که زد و نقض منتشر میکند قانونی و شکل کاوری که امروز کرد که جمهوری اسلامی داره یک چیزهای مهم رو در مورد آنی پنهان میکنه به طور کلی در مثلا اگر قاسم سلیمانی بارها خبر ضرب ضرب شد قرار گرفتنش یا کشتنش منتشر میشد بلافاصله میومد در تلویزیون و نشون میدادن که نه مثلا همه چیز نرمال هست و هیچ اتفاقی نیفتاده در مورد قانی اتفاق نیفتاد دو تا گزارش خیلی متفاوت در واقع در مورد قانی منتشر شده این که اینکه در بیروت در واقع مورد حمله قرار گرفته اونجا مجروح شده یک گزارش دیگه که روزهای گذشته به طور موثق‌تر در واقع منتشر شد این بود که قانی و تیمش تحت بازجویی قرار دارند به دنبال اینکه برخی از چهره که مثل اسماعیل حنی نصرالله در واقع ترور شدن نشون میداد که در واقع نفوذ اسرائیلی ها در سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سطح بالایی در واقع انجام شده به همین خاطر قاعانی و تیمش یکی از مزنونان اصلی نفوذ بودند به عنوان حالا جاسوس یا همکاری یا حداقل کوتاهی یا نشت اطلاعات به هر حال اینها مورد بازجویی قرار گرفتند تصاویری که امروز نشون داد حالا استراب و در واقع تنش تو در خود سیمای خود قانی هم میشد دید ولی نوع اصراری که در واقع موریس دو دا سیما داشته نوع کاور تصاویر به ما میگه که در واقع جمهوری اسلامی در چنین بزنگاهی در یک انتخاب سخت قرار گرفته نه اگر خبر جاسوسی اون درست باشه در میانه یک درگیری بزرگ با اسرائیل نمیتونن این رو کنار بذارن نمیتونن بهش اعتراف بکنن یا حداقل تحقیقات رو نمیتونن کامل کنن در وسط چنین دعوایی که داره به یک جنگ تبدیل میشه از سمت دیگر هم نمیتونن چنین قصه ای رو انکار بکنن نمیتونن عادیده بگیرن و به برد تبلیغاتشون بسیار احتیاج دارن اینکه الان وسط این اوج این در گیری مشخص بشه که مثلا فرض کن قانونی یا تیمش در واقع جاسوس اسرائیل بودند و بخواند کنارش بذارن یا تغییرات ایجاد بکنن بسیار صدمه بزرگی برای جمهوری اسلامی هست انتخاب انتخاب خیلی سختی است موقعیت بسیار دشواری برای جمهوری اسلامی هست و به همین خاطر فشار افکار عمومی هم به شدت روی خودش احساس میکنه و تصاویر همین شده که امروز واقع مخابره شد اشاره کردی به سناریوهایی که در مورد وجود داشت با این تصاویری که تلویزیون جمهوری اسلامی نشون داد با اون اصرار مجری تلویزیون که قاانی رو ببینید و اومده و اینها میشه فرضیه ای که داشتیم مبنی بر اشاره کرده این که جاسوس اسرائیل هست رو کنار گذاشت ببینید قطعا قطعا کنار نمیشه گذاشت بلکه حتی میشه قرائنی پیدا کرد که تایید میکنه از نوع آدم هایی که کنارش بودن که به نظر می که به نوعی دارن کاور میکنن مراقبش هستن یعنی قرینه هایی هم اتفاقا وجود داره که به ما بگه که اتفاقا این فرضیه دقیق هست یعنی اینکه چیزی وجود داره مضاف علی که جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی تو این قصه داره ما یادمون نرفته شرام امیری به عنوان دانشمند هسته‌ای در واقع رفته بود آمریکا اطلاعات رو میگفتن که فروخته به آمریکا بعد به نوعی برش گردوندن به عنوان یک قهرمان استعمال کردن حلقه گل بر گردش انداختن و چند ماه بعدم اعدامش کردن یعنی اینکه این که جمهوری اسلامی بخواد امروز وانمود کنه که همه چیز عادی هست ولی چیز مهمی باشه که بخواد پنهان بکنه اتفاقی است که به راحتی انجام داده قبل انجام داده باز هم میتونه انجام بده نه در واقع تصاویر امروز هیچ فرضی رو کنار نمیذاره و اصلا هم به هیچ عنوان معنیشی نیست که قانونی یا تیمش در مرزاسی نبودن یا حداقل اطلاعات از دفتر قانونی ممکن نش کرده باشه ولو اینکه جاسوس هم نباشه یعنی فرضیه های متفاوتی الان وسط هست و همشون هم فکر میکنم هنوز معتبر هست علی حسین قاضیزاده از همکارم هم اینجا که در استودیو همراه بود مرسی علی